سلام درود احترام خدمت هموطنان من در جای جای ایران و دنیا. من چند روزی وقت گذاشتم سر جریان این مصون کننده های بچه ها، با توجه به اخبار دیگه، با توجه به جنبندی دیگه، با توجه به صحبت های دیگه، با توجه به حرف های آقایون، با توجه به شده فیلم های پرن توی دبستان دختره و و و حرف های رو منبر میزن، حرف های توی جمعه میزن، این همه رو جنبندی کردم، به یک نظریه و یک فرضیه رسیدم که رو تقدیمتون میکنم. قبل از که میخوام بگم مثال براتون بزنم، بله در خدمت شما هستم که من دوران نوجوانی و به جوانی نوجوانی چه سیده چه آده سالم بود. قبل این بار گفتم چند سال پیشم که گفتم مسابقات 21 سالی بود روز جمعه، من پیش شرکت میکردم، تم روز 2000 بود و برای من هزینه زیاد تم میخریدم 7-8-10 تا پاکت برای خودم و یه دختر همسایه داشتیم که از محل ما رفتن، خانم شهلا جلال، هر جا از خدا حفظش کنه، این نوای عمو جلال ما بود، تو همسایه ما بود و پدرش هم فوق شریف و مادرش هم از زن نیک روزگار بود. خب ما جوان بودیم دیگه، برای دختر خوش میمد دختره، ولی خب بچه سال بودیم نمیفهمیم چه چیز، هم برای خودم می نوشتم هم به اسمی می نوشتم، دو تا پاکت می رسد، یعنی اصلا 10 تا پاکت بود، 5 تا به اسم و 5 تا به اسم خودم، حالا 4 تا 6 دیگه می دونم. در اینجا وقتی اونا می خواستن اصلا پاکت ها در بیان قره کشی می کردن، در می بردن دیگه، بعد اسم در می آمد. من هر دفعه که تو 21 سال شرکت کردم و خدمت شما عرض کنم که چیزو برنده می شدم، بعد اینا می گفتن یه نفع بیم می رسونه چون همیشه از 21 سالی قبل از اینکه سوالا شروع بکنند میگفتن که این جواب سوال چی هست، جواب این 21 سالی چی هست. بانکه اینطور نبود، بانکه اینطور نبود. بعد خلاصه یقیمان رو گرفتن، آخه دیگه اسمان دیدن نمیده، گفتن تو از کجا میفهمی؟ گفتن خیلی ساده است. گفت چطور ساده است؟ گفتن بخاطر ساده است که وقتی که مثلا نوبت من میشه، من نگاه میکنم توی تقویم و یا تو چیزی که هست چه مناسبت های در این روزا هست، روز فردوسیه، روز درختکاری، روز چیه، نگاه میکنم میفهمم که سوال بر اساس اون انتخاب شده و با 3-4 تا با 7-8-10 تا سوال میرسم به اونجا و جواب شما میدم. خب حالا توی قضیه این صحبت های که این روزا شده و نمیدونم این شعار زن زندگی آزادی و این تظاهرات و اینا، میخوان واسه لخت شدن، واسه همه که همیشه میگن دیگه، نمیدارم سیکس واسه فلان، از یه حرفا دارم میزنم، اینو داشته باشین. آمریکا حدود 20-25 سال پیش یه گازی چیز کرد، یه گاز به قول معروف شیمیایی درست کرد که اگه جنگی شد این وقتی این گاز رو بزنن، حتی بگه فرضیه هست، نظریه هست، شروعش نکنید، نظر خودم میگم، میخوام به یه جنبندی برسیم و با اتفاقاتی گفته توی پازل این تقریبا میشه گفت یک چیز منطقی و پخته است، ولی خب نظریه است دیگه، رد نظریه کار نداره. آمریکا یک گازی رو ساخت که وقتی میزد به طرف نیروهای طرفش، اونها از نظر جنسی مردها تحریک میشدن و میرفتن دیور میکردن جبه و جنگ و میکردن دور کارشون، آزمایش هم کردن، نیروی خوش آزمایش کردن و بعد دیدن که نه این واسه اینجوری نیست و فلان، نشد دیگه. هرچی بود که این آزمایش رو کردن، خودشون اعلام کرد تو روزنامه‌هاش رو نوشتن، ولی دیگه من نیدم تو جنگ استفاده شد، مگه جنگ عراق و کویت که دیگه علاوه دست و اون شبونه چی کار کرد نمیدونم. و اینها تو این چند دو سه ماه خیلی ما رو روی قصه دادن که اینها اینه میخوان، نه اونو میخوان. خمینی هم همینه میگفت، دست میذاشت میگفت اینا اینه میخوان. در نهایت خب یه سری افراد تو اینا هستن که فکر میکنن که اگه زن لخت شد، اگه اینجوری شد، اگه روش تو سرکی برداشت، جهنم رو شاخشه. جهنم برای شما هاست، جهنمی خود به خود رو ساختید. پس این پازل رو بغل هم میذاریم بی نتیجه برسیم که اینها آمدند، حالا میگن روسیه است، همینا گرگا پشت پره پشت با هم هستند، یک هم چیزی رو دادن، یک هم چیزی هم خواستن،
ولی یه اشتباه بزرگ استراتژی کردن. ما یه گاز داریم به نام گاز سه او دو. گاز سه او دو نتیجه سوخت بنزین و گازوئیل است که از لوله اگزوز میزنه بیرون. این گاز رو ما استنشاق بکنیم، نفس بکشیم، میکشه ما رو سریع، اما اگر بخوریم برای بدنمون مفیده. همین گاز رو در سان پاولی هامبورگ و آمستردام، دو تا مرکز به اون فحشا هست که در دنیا تکن، دو تایشون هر چی که اراده کنه اونجا هست. مثلا در اونجا قطره‌هایی هست که حتی بود دیگه نمیدونم هست یا نه، حتی پیشرفتش هست که این مثلا وقتی می‌خواستن دختر تحریک کنن، تحریک کنن چند قطره پیش می‌خوردن و این تحریک می‌شد. اگر زیاد از حد می‌ریختند اینجوری می‌شد که لباساش در می‌آورد، احساس می‌کرد اینجوری، و این تو حال دیگه اون حال غیر نرمالش بود. قیمتش خیلی گران بود. من تو زمانی که راجع به این مسئله تحقیق می‌کردم توی هامبورگ و چیز سان پاولی، خب گفتم قبلا من مثلا 4-5 تا دختم شما می‌ذاشتم مردم اونجا. حالا پس گاز CO2 رو گفتیم اگر بخوریم، چون CO2 هست هرچی باکتری اونا تو سیستم گوارشی باشه رو از بین میبره و تتمش هم تو کلیه منفجر میشه و کلیه رو پاکسازی میکنه. گاز CO2 تو نوشابه ها هست، تو سودا، تو آب و گاز دار، تو همینا هست که باید. تمام نوشابه های دنیا گازش گاز CO2 هست. خوردنش به قول معروف مفید، نفس کشیدنش کشنده. حالا این برداشت منه که اینا آمدند به خاطر که حرفشون ثابت کنند، با توجه به این کاری که دارن میکنن، با توجه به این چیزایی که میدن، چی بهش میگن، شعارهایی که میدن، امام جمعه و اینو اینو همینا دارن میگن، آره اینا بدین میخوان، اینا آمدن قطعا به لابراتوارهای روسیه یا هر کشور دیگه نمیدونم اینو دادن، گفتن آقا ما این نمیتونیم به همه مردم بخورونیم، به دخترا بخورونیم، اینو بین گاز از این درست کنید. میگم بازم دارم میگم این نظریه فرضیه است. و این گاز رو درست کردند، آمدند و زدند، همون حالت سودو میشه. این وقتی که ابتید بشه، نفس کشیده بشه، چون ریه است، معده که نیست که جذب بشه، حالا تعو و سرگیجه و سیستم عصبی بدن به هم میریزه. و خلاصه اینها اگر این دیدگاه رو داشته باشن که دارند، اگر این راه رو بخوان برن که دارن میرند، این دفعه به دیوار خوردند و بعد مردم رو به حرکت اخیری که به زودی که راه میفته بیشتر عصبی میکنند، چون اینا غیرت های چیز بلد نیستند، همین کارا رو میکنند که حرف خودشون ثابت بکنند. اگر این نفر به این شکنجه میکنند، فقط این حرفی که ما گفتیم بگو. هیچ وقت نیامدند، یاد ندارند، تو ذاتشون نیست که بیان بابا مردم دوستی رو دوست دارن، عشق رو دوست دارن، خوشی رو دوست دارن. اینا ذاتشون همین، ذات پرید و کثیفشون همینه. و میخواستن ثابت بکنن که اینا وقتی این گاز مثلا فکر کنن گاز مثلا این خوردن قطره میمونه، اینا دختر پدی میمونه تو خیابون و این کارا رو بعد میاد. دیدین دیدی ما گفتیم. و یه سری خانم هستند در افغانستان، شیعه تندرو، یه سری در دمام عربستان که وحشتناک، یعنی شیعه‌اش، زناش، زنای در دمام قسمتش قبیله‌ای هستن که میگه اگه زنی صورتش به مرد نشون بده جهنم رو شاخشه، باش برخورد نکن تا میری جهنم. در نتیجه باورشون شاید نشه، حالا شاید کم شده باشه، اینا از زمان ازدواج تا زمانی که میمیرن صورتشون شاخشش رو نمیدن. اگه شاید با صورت میخوام ببینم مغنه میزنن، میرن خون پدرشون، میگه تو کافر میخواد. این دیدگاه ببین کجاست. یه سری زن شیعه هستن در عراق و چند تا کشور افراطی دیگه و میخوام بینا بگن که اینا اینجوری هستن چیزی هم و بیان از اونها علیه زنها استفاده بکنن. اما آرزو رو به گور میبرید، این دفعه زدیم به کادون، بعد جور زدیم به کادون. پس در نتیجه اینو ساختن و آمدن گازش کردن زدن و این کشنده نیست، مگه دختری نابالغ روش اثر بد بذاره، ولی بعد از مدت این اثرش خونسا میشه و میره و بعد یه طرف نرمال، چون این چیز خاصی نیست، توی خونش نیست، توی ریه است، توی سیستم حواست. این چیز منه، این برداشت من از این قضیه که حرف خودشون رو ثابت کنم کرسی بشونند که ما گفتیم اینجوری هست، دیدی چیکار کردن، دیدی اینجوری شد، دیدی اینجوری شد، و یه دم که آوردن و حرف زشت میزنن، یک کار خودشونه و بازی رو که باختن یا نشد حالا آمدن چسبوندن به این مرور. البته رو بهتون بگم این سبک کارا، این سبک روش ها، این سبک روش های بچه مجادن خلق هست.
اینها امکان از آورده باشن، چون یه وقتی بر بقای خودشون باشه دست به هر کاری میزنن، میگه نه به گیده قرمشه به موهای خودشون چنگ میندازه. پس اینها آمدند و این روش انتخاب کردند، به دیوار خوردند و الان کاری که کردن آتش مرد رو تندتر کردن، چون حرکت بعدی به زودی اتفاق میفته، حرکت آخر و این مضاعف میکنه، این میاد شما میکنه خرج مردم رو از حرکت بیشتر میکنه و به اونجایی میرسن که باید برسند، به زودی اتفاق میفته. خب خدمت شما هستم که آقای حجت الاسلام طائب 1.7 میلیارد دلار خوب گوش کنید، از معاوضه 16 زندانی دریافت کردیم. شما کار کردیم اون 1.7 میلیارد دلار شما دریافت، از بهتون ندادن، پولتون ندادن، گفتم یه چیزی میخوام ببرید آشغال و آتاشغال اینا بهتون دادن، جسم مونده بهتون دادن، کارخونه دست دوم چندو بدادن که شما زنده آزاد کنین. اونا دنبال رفتن جنس بنجلشون بودند. بعد اون جنس بنجل که میاد، چون بیشتر تاریخ مصرف گذشته است، اینا تاریخ گذشته است، این کارخونه هرچی هست که من خبرش خیلیش دارم، اینا دیگه از گارانتی خارج نه وارد وارانتی میشن و قطعاتی که میخوان 10 برابر قیمت حساب میکنن به شما و شما فکر کردین برده، شما هیچ وقت نمیبرید، شما که بازنده اید، هر کاری بکنید بازنده هستید. رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه در مذاکرات دو نوع مذاکره داشتیم، یکی برجام و با موازات آن تبادل زندانیان در موزه قدرشون زندانی گرفت و 1.7 میلیارد دلار من آزاد شد، دلار من آزاد شد، از اون نردن حق نگرفتن، این از پول خودش آزاد شده بسید بقول معروف. خب این از این خبر که واقعا متوجه تاسفه. بله، تجمع سراسری خانواده دانش آموزان در مقابل ساختمان آموز پرورش همزمان با گسترش مصموم دانش آموزان دختر که از استان قم، اربد و تهران آغاز و سپس به اصفهان، فارس و دیگر استان ها رسیدند، روز شنبه 13 اسفند شما از خانواده دانش آموزان با تجمع در مقابل ساختمان آموز پرورش واسه کاری که باید بکنن کردن. و من توصیه هم اینه، تو کلیپ قبلی هم گفتم، وقتی کلیپ پر کردم گذاشتم از دیروز دارم نرسیدم، با کروات قرمز خیلی کلیپ جالبیه، جالبه و یه جورایی خلاصه رو بعد تماشاش کنید، خیلی جالبه در نوع خودش جالبه. وعده تازه روزنامه دولت، بازگشت آرامش به بازار خودرو و تایر، تا اینو گفت 15% گرونتر شد، خفم نمیتونن بشن. در حالی که ارگان رسانه دولت جمهوری اسلامی وعده داده که در سال آینده آرامش به بازار خودرو باز می‌گردد، برخی از تولیدکنندگان قطعات خودرو از گران شدن دوباره محصولات خودرو خود به دلیل نوسانات ارزی خبر دادند. گردوسی در ایران، در صلح آمیز بودن فعالیت هسته ایران شک وجود دارد. این اگه برگرده گزارش چیزی بده می‌فهمن باز شورای امنیت هم کاری با صدام کردن از حرفای ایران. مسمومیت از طریق گازهای ترکیبی، تازه ترین گمانه‌زنی یک روزنامه از مسمومیت دانش آموزان است. اصلا خیلی روزه اظهار نظر میکنن ها، ولی این چیزی که من گفتم تقریبا منطقی تر از طرف کنه میزنند، راحت بهتون بگم. و البته گاز CO2 میکشد، این نمیکشه، این سیستم عصبی چون با تحریک میکنه و اتفاق چیز خاصی نمیفته و و و بعد مدتی خودش بدن اینو دفع میکنه، شک در قصه نیست. و بعضی هم اومدن پروپاگاند میکنن، کار خودشون هم هست که مثلا یه دختر خانم بر اثر این گاز مرد، نگاه میکنیم دختر خانم بر اثر کرونا فوت کرده، به رحمت خدا رفته، 32 سالش هم بوده دیگه، دانش آموز نبوده دیگه، اختر چیزی بگیم بشه. جانشین فرمانده کل سپاه در 44 گذشته همواره آمریکا رو شکست دادیم، باریکلا به شما، آفرین به شما، آفرین به شما. علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه میگوید امریکا 44 سال است هر چی تلاش میکردن نتوانستن پیروزی در برابر ما رو به دست آورن. راست میگه، دلار آمریکا بی ارزش شد، شد 5-6 هزار تومان، دلار 7 تومان، راست آمریکا شکست خورده. شما کی هستید؟ امام جمعه اردبیل، امکان ندارد مسئولیت دانش آموزان کار نظام باشد. کار نظام نیست آقا، امام جمعه فرمودن زحمت کشیدید، علام خدا دیروز فاتح نظام رو از ترسش فشارا رو میدونه، خبرها رئیسی هم میگیره، دختر خودشم که هست، گفتیم ما در مقام مردم نمیتونه استقامت کنیم، نمیتونن هم پدرشون هم نمیتونه، الان خدا تیر آخر به قلب اینا زد و الان مصادر این خامنه‌ای باش چکار میکنه.
امام جمعه شیراز چشاش نگاه کنه، شیطان میونه خودش گفتش اون شیطان چی نگاه میکنه. امام جمعه شیراز مشاهد صدای گردن شیطان انداخت، تموم شد دیگه، یکی شیطان یکی خدا یکی حکومت یکی آمریکا، حالا این گردن شیطان انداخت. در حالی که بیشتر مقامات جمهوری اسلامی مشکل اقتصادی جایی رو به گردن دشمن انداختن، نماینده علی خامنه‌ای در شیراز گفته شیطان دارد برنامه‌ریزی می‌کند که تا شما رو از اقتصاد زمین بزند. خب مبارکش باشه، شیطان در مقابل شما شرم میشه. آقای معاون رئیسی هم افاضاتی فرمودن که در نوع خودش بی‌نظیره، نه کم نظیر، بی‌نظیره. حالا هر کسی از ذهن خود شد یار اینها. در تازه ترین اظهار نظر پیران انگیزه آمران مسئولیت دانش آموزان دختر در کشور، معاون پارلمان رئیس دولت گفته است مشکلات کنی مدرسه دختران از حمله هجمه های دشمنان علیه ایران اسلامی و دولت 13 هم است، تا این دولت مخالف تحصیل دختران و حضور این قشر در جامعه را نشان دهد. این نیست، از قصه دیگه است. به گزارش ایران، محمد حسین تاکید کرده که دشمن با ترس از ورود سرمایه گذاران خارجی به ایران سعی در ایجاد فضاسازی منفی در کشور کردند. یعنی آمدن این کارا رو کردن دشمن که سرمایه گذار خارجی نیاد. سرمایه گذار خارجی هر جا منافعش بشه خواهد رفت و چند سال نمیان. اون چند سال که آمدن بردن، حسابی هم بردن و خوردن، حسابی هم خوردند. تا ابله در جهان کسی در نمیاد، تا شما در جهان ابله در بیچ دیگه یادم افتاد. بله، به خاطر فعل گفته که بس میکنن دختران برای ترسان سرمایه‌گذاران خارجی بوده، با سرمایه‌گذاری که صف بستن اینجا. بله، آقای رابرت مالی باز من یه حقی رو میده جلی میفتم بدون هیچ دلیل خاکسر جلی. آقای رابرت مالی باز شکر خوری کردن. باید مسئول دانش آموزان در ایران پایان یابد و آمران پاسخگو باشن. آی دوز خود هر روز آدهاتون هستید. آی دوز هم میکنید. شما هم نفس آخرتونه. خیلی مسخره است. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، نباید رافائل گروسی را به ایران راه میدادند. این هم دیگه نماینده مجلس و با قفه کریش و حسین آخری. خب 18 دقیقه شد، من کلیپ میذارم نسکه صبح، کلیپی دو روز پر کردن تقدیم میکنم. در نوع خودش جالب عزیزی ایام بکن بگذار خود، چون من هدف همیشید هست آینده. چون از من سوال که آقا آینده رو چی میبینید، در اون کلیپ راهکاره که آینده ایران بهترین کشور دنیا بشه. از خودمونم با شروع کنیم که تو کلیپ هست. ایام بکن بگذار خوش.